با عرض سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در قرآن مجید در سوره سبا و در سوره النمل اشاراتی به ملک داوود و ملک سلیمان رفته که قبلا نکاتی ازش رو برای شما در ضمن تفسیر آیات شریفه قرآن مجید بیان کردم. میگه و لقد آتینا داوود منا فضلا، ما به داوود علیه السلام فضل خودمون رو اعطا کردیم، بخشیدیم. یا جبال عوبی معه و تیر و علنا له الحدید، یا جبال عوبی یعنی ای کوه ها، ای رشته کوه ها. یکی جبل خاصی رو نمیگه، یک کوه خاصی رو نمیگه. و علنا له الحدید، و ما آهن رو نرم کردیم برای داوود. آهن از کجا به دست میاد؟ آهن از کجا استخراج میشه؟ از معادنی که در دل کوه‌ها قرار داره. یعنی سلیمان نبی و داوود نبی علیه السلام آگاه بودند که در دل کدام کوه چه معدنی وجود داره. معادن مختلف که در دل کوه‌ها بود و چجوری باید طلا و نقره و مس و آهن و غیره رو استخراج کرد و بیرون آورد و پالایشش کرد و مورد استفاده قرارش داد و معادن مختلف دیگه و غیره. در ادامه پیدا میکنه این آیاتی که براتون عرض میکنم از سوره مبارکه سباست. حالا ایوهان در ادامه بیان احوال داوود میپردازد به سلیمان علیه السلام و لسلیمان ریح پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. ریح یعنی باد. باد در انقیاد و اختیار سلیمان قرار داشت. اسرار جریان‌های هوایی بر سلیمان آشکار شد. قدوها شهرون و رواها شهر. شهر به معنی ماه. ماه‌ها در سفر و سیر بر بال جریان های هوایی. این ها بیان شده در قرآن مجید. و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه، و موجوداتی که در حضور سلیمان علیه السلام کار میکردند به اجازه خداوند، که از نسل آدمیزاد نبودند و برای سلیمان کار میکردند. کارشون این بود که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عباد یشکرون. محاریب جمع محرابه، یعنی محراب ها برای سلیمان علیه السلام درست می کردن. تماثیل یعنی مجسمه ها برای حضرت سلیمان درست می کردن و غیره. کارهای خارق العاده ای که از عهده آدمیزاد
ساخته نبود. اینا رو برای سلیمان انجام میدادن. دوستان عزیز، نکته در اینه که سلیمان جزء علومی که میدونست زبان مورچگان بود. مورچه ها چی میگن صحبت میکنن. اما قرآن مجید در مورد واقعه سلیمان نبی و ملک سلیمان و ملک داوود فقط راجع به مورچگان صحبت نمیکنه، راجع به موریانه هم صحبت میکنه. اما راجع به موریانه چی میگه؟ سلیمان و داوود با اون عظمتی که داشتن، با اون شکوهی که داشتن، شکوه آصفی و اسب باد و منطق تیر به باد رفت و از آن خواجه هیچ طرفه نبست. یعنی سلیمان و داوودی که سپاه جن و انس و تیر از برابرشون رژه می رفتن و از ماه ها از این سو به اون سو و از اون سو به این سو در مسیر جریان های هوایی سیر و سفر می کردن، این ملک از بین رفت. و چی از بین برده؟ موریانه. قرآن تصریح میکنه به این مسئله و میفرماید فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض تأکل من سعته فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب محیم. یعنی سلیمان روی عصای خودش تکیه میکرد و حکومت میکرد و فرمان فرمایی میکرد و همه ازش اطاعت میکردن تا زمانی که این تکیهگاه رو موریانه خورد و اون رو از درون فرو ریزاند و سلیمان تکیهگاهش که فرو ریخت او هم فرو ریخت و اون ملک فرو پاشید و این سپاهی که جمع بود و سرحلقه این نیروی عظیم و سپاه بزرگ در محضر سلیمان همه فرو پاشید و هر کدوم از یه سمتی رفتند. یعنی قرآن مجید اینجا داره خطر موریانه رو بیان میکنه. موریانه از درون. سلیمان صدای مورچه ها رو از چند فرسخی میشنفت. نسبت به همه اینا اشراف داشت و فرمان می‌داد، اما موریانه از درون داشت همه چیز رو فرو می‌پاشوند. اینا اسرار که در بیان می‌شه. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز با خدای بزرگ.